برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مطهری، در رابطه با نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از وخامت اوضاع زنان تحت سلطه طالبان در افغانستان، لطفاً دیدگاه خودتون را بیان بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که ما و شما را میبینه. نگرانی زنان داخل افغانستان از سه گزینه است که من سه گزینه را بسیار کوتاه خدمت شما عرض میکنم. موضوع اول در ارتباط پیوند به زنان و دختران در افغانستان بحث اقتصاد است که متاسفانه با آمدن دوباره حکومت طالبان به افغانستان زمینه کار، زمینه تجارت از زنان گرفته شده. در حکومت‌های قبلی افغانستان 30% از زنها خرج و مخارج خانه را تأمین می‌کرد که امروز متأسفانه با آمدن طالبان این زمینه از بین رفته و زنها نمی‌تونه 30% از خرج و مخارج خانه را تأمین بکنه. و موضوع بعدی موضوع علمی است که متأسفانه زنها 3 سال است و دخترها 3 سال است که از رفتن به دانشگاه و به مکتب محروم است که بسیار یک موضوع بزرگ داخل افغانستان است. و موضوع بعدی موضوع اجتماعی است. متاسفانه زنان و دخترها از وضعیت اجتماعی خوب در داخل افغانستان برخوردار نیست. در حکومت قبلی افغانستان زنان و دخترها میتونست که بدون مرد از این ولایت به ولایت دیگه سفر بکنه، از این ولسوالی به ولسوالی دیگه سفر بکنه، در داخل شهر میتونست که به تنهایی خودشان گشت و گذار بکنه. اما با آمدن طالبان متاسفانه این زمینه مسافرت و گشت و گذار از زنان گرفته شده و زنان نمیتونه که به تنهایی به ولایت ها و یا به ولسوالی ها و داخل شهر گشت و گذار بکنه. گشت و گذار هم بکنه مورد بازرسی حکومت امروز افغانستان قرار میگیره. در کل زنان با 3 موضوع در داخل افغانستان گرفتار است که یکش بحث اقتصاد است. در دوران حکومت قبلی زنان میتونست که خرج مخارج خانه را تامین بکنه، آنان یک سرپرست نداشت و آنان یک نانآور خانه بود. و موضوع بعدی موضوع علمی است که متاسفانه زنان و دخترها امروز از علم و دانش محروم است که باید به این موضوع سازمان ملل و حکومت امروز افغانستان توجه بکنه. موضوع بعدی موضوع اجتماعی است. این 3 تا عامل مشکل اصلی امروز زنان و دختران در افغانستان است. بله. و خواست ما هم از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و همچنین از حکومت امروز افغانستان این است که به این خواستای زنان و دختران توجه بکنه. اگر زنان نتونه کار بکنه، زنان نتونه که اقتصاد انجام بده، زنان نتونه که تجارت بکنه، خود روز به روز وضعیت در افغانستان بدتر میشه، فقر گسترش پیدا میکنه. اگر زنان نتونه که در دانشگاه و مکتب روی بیاره، خب از این طرف ما کمبود معلم پیدا میکنیم، کمبود دکتر پیدا میکنیم، کمبود دیگر موضوعات در داخل افغانستان نیاز است. و همچنان سازمان ملل متحد باید به وضعیت زنان توجه داشته باشه. زنایی که امروز در فقر و بیکاری سر میبره با اونا باید همکاری داشته باشه. و همچنان زنایی که امروز اقتصاد کوچک با آنلاین در افغانستان را اندازی کرده با اونا همکاری بکنه. اگر سازمان ملل متحد به وضعیت زنان رستگی نکنه، حکومت امروز هم طبق همین منوال حکومتشان ادامه بده، روز به روز وضعیت زندگی بر زنان و دختران در افغانستان بدتر و سخت‌تر میشه. بله، سپاس از شما مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.